خود رو تسلیمش کن، تمومش کن، همینجا خاتمش بده. و بعد تمام اون آیات مال شماست که میگه گناهان تو رو به اعماق دریا انداختم، گناهان تو رو با بازوی قوی خودم پشت سرم پرت کردم و دیگه به یاد نمیارم. تو بخشیده شدی، این عدالت رو نمیتونستی بخری، این لباس رو من تنت کردم، من تو رو پوشانیدم. تمام این وعده ها یه دفعه شامل حال ما میشه. و این صحبت مسیح با کلیسای افسوس و میگه کارهای نقولاویان رو دشمن داشتی چنان که من نیز از آنها نفرت دارم. میدونید نقولاویان کی بودن؟ اونایی که تشویق میکردن خب درسته کلیساست ولی اشکال نداره که توی معبد دیانا هم باشه، خب اونجا باش اینجا هم باش. دیدین کلیساهایی که هستن؟ من چند شب پیش دیدم دیگه، خیلی این بحث چیزا خیلی مود شد و همجنس بازان، بعد توی کلیسای اپیسکوپیلین هم یک کشیش همجنس باز رو دستگذاری کردن و این آقا رو بردن تلویزیون. خب ایشون کی هستن که نشستن؟ ایشون لیسانسشون رو دانشگاه هاروارد گرفتن، فوق لیسانسشون رو دانشگاه نمیدونم کجا گرفتن، پی اچ دی شون رو کجا، روانشناس هستن. ایشون کی هستن؟ لیسانسشون رو فلان جا، فوق لیسانسشون رو فلان جا، پی اچ دی فلسفی فلسفه. این یکی اینه، این یکی اینه، این کیه؟ کشیشه بیچاره بدبخت، یه صلیب انقدی هم تو گردنش آویزون که از اونجا نشسته. و از این آقا سوال میکنن در رابطه با همجنس بازی، از اون روانشناس میپرسن، ششکال نداره، از اون فیلسوف از این آقا هم میپرسن شما چی میگی؟ ایبی نداره، اینم خودش هم جز اون هست، چی اشکالی داره، اینم خودش هست. شروع شد درد، شروع شد، داره وارد میشه، نقولاویان دارن حرکت میکنن توی کلیساها. و مسیح میگه تو اعمال اینها رو زشت دونستی؟ و ازشون نفرت داشتی همونطور که من ازشون نفرت دارم. اونایی که یه پاشون تو کلیساست، یه پاشون تو دنیا. دید تو کلیسا میان میان مثلا ما بوی فرند گرل فرندیم، چه اشکال داره؟ چه همه میکنن، خب شما هم حالا چه اشکال، چه اشکال داره؟ شروع میشه دیگه، درد وارد میشه، مرض وارد میشه. و میدید اولین اتفاقی که میفته چیه؟ میگه اون محبتت رو از دست میدی دیگه. از اونجا به بعد هر کاری انجام میدی در چشم من پشیزی نمیارزه. اشعیا فصل 60 مثل یک لته کثیفه. از اون موقع که گناه وارد شد بقیهش دیگه چه ارزشی نداره. مسیح امروز اگه به کلیسای ما نگاه کنه چی میگه به ما؟ در مورد گناه صحبت نمیکنم، خدا من گردن کسی میشه نشو در مورد اینا صحبت نمیکنم. ولی مسیح امروز به کلیسای ما نگاه کنه چی میگه به ما؟ میگه به به خدا کنه آیه آخر و به او این را خواهم بخشید هر که غالب آید، هر که پیروز شود، هر که غالب آید. ببینید وقتی مسیح میگه هر که پیروز بشه، منظورش این نیست که مثلا ما الان شمشیر بکشیم به کلیساهای همجنس بازان حمله کنیم همه رو قلقم کنیم. هر که پیروز بشه بر اینها از درخت، نه منظورش این نیست. میدونید منظور مسیح چیه؟ منظور مسیح چیه؟ مسیح ببینم میدونید اصلا منظور مسیح چی؟ چطوری ما پیروز میشیم؟ چطوری ما غالب میاییم بر این دنیا؟ چطوری؟ سرسام گرفتم یه نفر بگه با تحمل، با صبر و با ایستادن دور از گناه. ببینید خیلی ها بودن روشن فکر بودن تو کلیسا، باور کنید من تو کلیسای زیادی خدمت کردم، روشن فکران هم زیاد بودن. اونایی که میگفتن مثلا حالا بوی فرند گرل فرند اشکال نداره، اینجوری نیم نداره، حالا برقصه، حالا مشروب بخوره، حالا این کارو بکنه، حالا خیلی از این چیزا هم اشکال نداره، حالا بگیم ها. ولی اون کسانی توی زندگی من تأثیر گذاشتن و من به یاد میارم که مرزشون مشخص بود، باور کنید. یعنی وقتی برادر من میخواست ازدواج بکنه اومد پیش من گفت افشین من با دختر خانمی آشنا شدم، گفتم تو مسیحی هستی نمیتونی با یک غیر مسیحی ازدواج بکنی. چرا داداش؟ برای اینکه شما دوتا معیار و استانداردتون یکی نیست. دقت میکنید؟ من وقتی به تو میخوام مشورت بدم بر اساس کلام خدا صحبت میکنم، به این فامیلمون که میخواد فامیل ما بشه من از کجا صحبت کنم؟ ها بهش چی بگم؟ و داداشم شروع کرد تو کلیسا را گشتن تا یه روشن فکر پیدا کرد، یکی ایماندار قدیمی تر از من و روشن فکر. اشکالی نداره عزیز، چه مسئله ایه؟ و برادر من از اون موقع 3 سال از ایمانش میگذشت. الان برادر من نه فقط به اون مذهبی که اون خانم داشت ایمان نیاورده، بلکه اصلا بیخود، اصلا میگه خدای وجود نداره و داره میره جهنم
و من دارم براش دعا میکنم، من بهش ایمیل میکنم، من باهاش تلفن صحبت، داره میره جهنم، میدونید؟ به خاطر یک روشن فکر که بهش گفت اشکالی نداره، اشکالی نداره، این خدمت نقولاویان دیگه، چه عیبی داره؟ شما چه گناهی هستی؟ این گناه اشکالی نداره، اونم اشکال. و میگم ببینید کسانی تو زندگی، و شاید اون موقع وقتی به من گفتن افشین تو در گناهی برگرد، خیلی بهم برخورد، خیلی ناراحت شدم، ولی باور کنید یک سال بعد رفتم ازش تشکر کردم. گفتم برادر، تنها کسی که فهمید درد من چیه و به من کمک کرد تو بودی، چون مستقیم توی صورت من نگاه کردی و گفتی گناه داری میکنی، برگرد، وگرنه خدا پوست از کلت نه. برگرد، برگرد. ما هم همینطور، باید خط ما مشخص باشه، باید مرزم، ما نمیتونیم یه پامون این طرف نرده باشه یه پامون اون طرف. و هر چقدر که در مسیح، شما این جمله آخر، هر چقدر که در مسیح بالاتر میری، میدونی؟ میتونی شما خادم باشی و داری محبتت رو از دست میدی. تفاوتش میدونی چیه؟ چون مسیح وقتی داشت این رو میگفت، من یه دفعه این برام باز شد که میگه ببین از کجا افتادی، برگرد توبه کن. ببین از کجا افتادی، از کجا افتادی. خب من یادم میاد دیگه، مثلا افشین عینک تو کجا جا گذاشتی؟ نمیدونم، معمولا رو تلویزیون جا میذارم. ها، از کجا جاش گذاشتی؟ اینجا میرم برمیدارم. ولی یه مفهوم دیگه هم توی از کجا افتادی هست، از چه ارتفاعی افتادی. ببینید شما وقتی که به مسیح نزدیک میشید، خدمتش میکنید، ایماندار قوی میشید، همینطور دارید میرید بالا، بالا و بالاتر در مسیح. و شما مثل من میدونید که این بالا رفتن اینچ بای اینچه، اینطور نیست؟ به قول ترکا اینچ بای اینچ، ترکیه دیگه ها؟ آره، اینچ بای اینچ میرید بالا، مثل ترکی شد، ولی این سانتیمتر سانتیمتر خودتون رو میکشید بالا. ولی وقتی سقوط میکنی دیگه یه سانتیمتر نمیافتی. نه، چقدر میافتی؟ و هر چقدر که بالاتر رفتی، وقتی میافتی صداش بلندتره. بعد تو رادیو زنگ میزنن میگن آقا اون آقای کشیشی که اینطوری میگفت، خودش که پول مردم رو برداشت فرار کرد. نه، چنان زمین خورد که تمام دنیا یه دفعه متوجه شد. خیلی کارها میکنی کلیسای افسوس، صبر داری، تحمل داری، این کارا وظیفت انجام بدی. اینا رو مسیح یادش رفت، اینا رو وظیفت انجام بدی چون تو نجات پیدا کردی. ولی یک صحبتی بر تو دارم، محبت نخستین تو ترک کردی، به یاد بیار کجا ترکش کردی، کجا از دستش دادی، از چه ارتفاعی افتادی. مهم نیست، الان پاشو، اگر صدای خدا رو میشنوی قلب خودت رو سخت نساز. چرا یک لحظه دیگه با این گناه زندگی کنی؟ چرا یک لحظه دیگه با این بی‌وفایی زندگی؟ چرا یک لحظه دیگه دور از خدا؟ چرا؟ خدا میگه بر من شهادت بده. و توی یوئیل باب 2 یه آیه خیلی زیبا هست، میگه وقتی به سمت من برمیگردی، تمام اون سالها و روزهای تو رو که ملخ خورده، مثل آفت شیطان میزنه به ما دیگه، نه مثل آفت میزنه سالها و روزها و ماهای ما رو نابود، میگه تمام اونها رو من بهت برمیگردم. وعده خداست توی یوئیل، میگه برگرد تمام اونها رو من به تو برمیگردم. با هم بایستیم در حضور خداوند. خدا میگه هر کس غالب باید، او از درخت حیات خواهد خورد. یادتون میاد وقتی آدم و حوا در گناه سقوط کردن، خداوند یک فرشته گذاشت جلوی درخت حیات که اینا دیگه نتونن از اون درخت بخورن. میگه اون کسی که غالب بیاد از درخت حیات میخوره، یعنی منظور مسیح اینه که حیات جاودانی رو خدا بهش میده. چشمان خودمون رو ببندیم. من به تک تک شما افتخار میکنم، برای اینکه میدونم شما صبرتون رو در مسیح، خدمتتون رو، همه اینها. ولی یک چیز رو نه شما در مورد من میدونید و نه من در مورد شما، اینکه آیا شما اون محبت نخستین خودت رو داری یا از دست دادی. این رو فقط الان که شما سر در حضور مسیح خمه، مسیح میدونه. و اگر صدای خدا رو میشنوی، همونطور که من صدای خدا رو در این پیام شنیدم اون موقع که داشتم تهیهش میکردم، و خدا به قلب من اینطور گذاشت که اگر من تو رو صدا میکنم، چرا میخوای یک لحظه دیگه با این قلب زندگی کنی؟ چرا یک لحظه دیگه میخوای در این وضعیت بمانی؟ همین الان برگرد. الان امشب من میخوام دعا کنم در نام مسیح برای شمایی که
صدای خدا رو شنیدی و میخوای برگردی. مسیح اعمال شما رو میدونه، نه که نمیدونه ها، خدا رو شکر برای وجودتون. ولی مسیح میگه بحثی بر تو دارم، صحبتی هست که امشب تو دلمه میخوام با تو بکنم. اون محبت نخستین خودت رو از دست دادی، اون محبت نخستین دیگه در تو نیست. تو رو آفریدم که پیروز بشی، تو رو نجات دادم که پیروز بشی. میدونی تو این جلسات من معمولا دعوت نمی کنم برای دعا، ولی امشب شب مخصوصی. این کلیسای افسوس، مگه از این کلیسا بتونیم رد شیم؟ بقیه کلیساها رو خیلی سریع ازشون عبور میکنیم. از این مرحله بتونیم رد شیم دیگه میدویم. برای همین یکم بیشتر وقت گذاشتیم روش و الان میخوایم دعا کنیم. اگر این احساس قلب شماست، اگر احساس میکنی که اون محبت نخستین خودت رو ترک کردی، مثل برادر کوچکتر خدمتت میگم خودم این دعا رو کردم. هر که هستی، هر خدمتی هستی، در هر خدمتی در کلیسا، هر چند سال که از ایمانت میگذره، خواهش میکنم بیایید جلو، اینجا میخوام برات دعا کنم. مسیح میخواد قلب شما رو امشب شفا بده تا محبت اولیه خودت رو بازیابی. اگر کسی بین ماست بیا جلو اینجا، من میخوام براتون دعا کنم. با هم زانو میزنیم، دعا میکنیم. میتونید هم بنشینید تو صندلی، اشکال نداره. همطور که همه در دعا هستن، کسی این احساس در قلبشه، تشبیه بیارید جلو، براتون دعا میشه. خواهش میکنم بفرمایید بنشینید بقیه و به قلب خودتون نگاه کنید. امشب خداوند به ما فیض ببخشه، روح القدس کمک کنه ببینیم از کجا افتادیم، کجا تخفیف دادیم، کجا سازش کردیم با دنیا، حرف کیو قبول کردیم و میدونستیم اشتباهه، این حرف خدا نیست، ولی پذیرفتیم. کجا کینه رو نگه داشتیم دیگه رها نکردیم تا ما رو اینطوری خورد. کجا تقصیر رو انداختیم گردن یه نفر دیگه، این فرد این کار رو کرد که من به این روز افتادم. مسیح میگه از کجا افتادی توبه کن، برگرد و من اون سوالهایی رو که ملخ خورده به تو باز میگردنم. خداوند، خود من با عزیزانم که این جلو هستند با تو متحد میشیم. مسیح عزیز، برای قلب همون دعا میکنیم که تو محبت اولیه رو به ما بازگردانی. ما هم اشتیاق داریم که تو رو خدمت کنیم خداوند، و میخواییم این خدمت از روی محبت به تو باشه. میدونیم اگر این محبت نیست، اگر این آتش و این عشق نیست، بقیه برای تو بیارزشه، بقیه برای تو اهمیتی نداره. پدر، دعا میکنم در نام پرقدرت مسیح، به ضد روح مذهب که نتونه در این جمع عمل بکنه، خداوند کمک کن به من و ما که با قلب سرد و سنگی نتونیم یک قدم برای تو برداریم. کمک کن به ما، اینطور دعا میکنم که اگر قلب ما سرده، اگر قلب ما سنگیه، اگر قلب ما تاریکه، نتونیم یک قدم برای تو برداریم در خدمت. باشه که هر قدمی که برمیداریم از روی محبت به تو باشه. دست هر عزیزی رو که میفشاریم و دعا میکنیم از روی محبت به تو باشه. ما رو از غرور و تکبر،
محافظت کن. و این وعده تو رو برای خودمون میپذیریم خداوند. این وعده تو به ماست که توبه میکنیم و به تو برمیگردیم که اون سالها و روزهایی رو که ملخ خورد به ما باز میگردانی. تو به ما روزی تازه، فصلی نو، سال و ماهی جدید عطا میکنی و کمکمون میکنی که این دفعه خوب عمل کنیم. برای کلیسا دعا میکنیم، کلیسای توی خداوند، که ما رو از گناه دور نگهداری و محافظت کنی خداوند. به ما این شهامت و قدرت رو بدی که نخواهیم قلب مردم رو به دست بیاریم و قلب تو رو بشکنیم، بلکه همیشه متوجه این باشیم که تو رو از خودمون شاد کنیم ای خداوند. این همه رو در نام پرقدرت تو می طلبیم عیسی مسیح. آمین.